برای تیم استقلال در بهترین لحظه ممکن فکر می‌کنم در این مسابقه به گل رسیدن. دروازه فرصت یه بار دیگه و گل! گل برای تیم استقلال. گل برای تیم استقلال و خوشحالی بهزاد غلامپور و فرزاد مجیدی و فرهاد مجیدی و البته بیژن طاهری. هدف بسی که نمیدونه واقعا باید چی کار بکنه. آرمان میاد و دروازه رو باز میکنه. سوم هم ثبت شد. ببینید اینجا ضربه ای که آرمان رمضانی زد و دروازه رو باز که اینجوری جدا کرد خودشو. ببینید آمد و روی سرش استت هم رد شد و دروازه باز میشه. این بار تو کار میکنن. مهری فریب دادیار حریف رو با پای چپ میفرسته روی دروازه، یه ضربه سر حالا گل. گل برای استقلال به دست میاد. آرمان رمضانی زننده گل اول این مسابقه است. بالاخره استقلال تونست گفت نه در بازی آلمینیوم رو باز بکنه. اجازه ندادن که سومین بازی متوالی تیمشون به گل نرسه. چه بازیکنی گل زد آرمان رمضانی. مدت هاست که حرکت زیبای مهری ارسالش به روی دروازه خروج اشتباه هست محمد خلیفه و ضربه سر آرمان رمضانی مهاجم بلند بالای استقلال بین مدافعین آلومینیوم دروازه رو باز میکنه. یک بر صفر به سود آبیای پایتخت. چه اشتباه بدی رو مرتکب شد محمد خلیفه. اینجا با خروج بد خودش دروازه رو خالی کرد. شاید یه جورایی اعتماد به نفس کاذب داشت دروازه‌بان جوان و حالا با این گل خوشحالی هواداران حاضر در ورزشگاه رو شاهد هستیم. میبره سمت چپ جلالی، میبره برای قائدی، یه دور کامل رو زد. جلالی رو دستش حرکت کرد، تو بلند ارسال میشه، یه ضربه سر و گل دوم استقلال هم توسط یه بازیکن تعویضی دیگه زده میشه، یعنی آرمان رمضانی. استقلال 2-0. بریم صحنه آیسته گل رو با جزئیات ببینیم. ارسال خوب جلالی و ضربه سری که خوب زده شده دروازه ملوان باز شد. حفظ توپ و گردش توپ بازیکنان نساجی در نیمه زمین استقلال. مالیشتی که برای اونا پایدار نیست توپ گرفتن. استقلالی ها میرن برای تقریبی سده همه سه در مقابل سه. محمدی پا به توپ سمت چپ، رمضانی در محمدی جریمه و گل سه بود. یه همکاری تیمی خوب روی یک سده حمله. اونا از زمین خودشون حرکت رو آغاز کردن و موفق شدن توسط آرمان رمضانی گل سوم رو به ثمر برسونن. برای سومین بار مغلوب میشه در مقابل بازیکنان استقلال رشید مظاهری. خوش اینجا
خود مهداد محمدی بود که روی توپ از سرگوزش در ادامه فوتبال خودش کرد و سرعت حرکت کردن. چپ و راستش یامگا و رمضانی رو داشت، انتخابش آرمان رمضانی و ضربه پای راست آرمان رمضانی که رفت به گوشه دروازه نساجی نشست. توپ برای سومین بار دروازه نساجی باز شد و استقلال 3-0 پیش افتاد از حریف خودش.